نوکلوتید رو در بر میگیره. انواع جهش های کوچک در شکل دو نشان داده شده که الان براتون نشون میدم. مثال یاخته های داسی شکل نمونه از جهش کوچکه. در اینجا یه نوکلوتید جانشین نوکلوتید دیگری شده. این نوع جهش رو جانشینی میگوین. از آنجایی که این جهش سبب تغییر در نوع آمینو اسید در زنجیره پلیپپتید شده، این نوع جهش جانشینی را جهش دگرمعنا میگویند. یعنی عوض شدن یه دونه نوکلوتید باعث شد یه آمینو اسید عوض بشه، و چون این آمینو اسید خاصیت در واقع رشته پلیپپتید رو کلا عوض میکنه، بهش میگن جهش دگرمعنا به علت وجود رابطه مکملی بین بازها. تغییر در یک نوکلوتید از رشته دنا نوکلوتیدهای مقابل آن رشته دی ان ار هم عوض میکنه، یعنی رشته مقابلش هم عوض میشه. به همین علت جانشینی در یک نوکلوتید به جانشینی در یک جفت نوکلوتید منجر میشه. جهش های کوچک چند نوع داره؟ انواعش رو در این شکل میبینید. شکل الف اضافه شدن هست، یعنی یه نوکلوتید میاد در بین نوکلوتید های دی ان ا وارد میشه، بنابراین تعداد نوکلوتید ها یه دونه اضافه میشه. وقتی اینجا یه دونه اضافه بشه، توی رشته مقابلش هم یه دونه اضافه میشه، یعنی دی ان ای اولیه ما 9 جفت باز داشته، در حالی که وقتی یه آدنین وسط این دی ان اوکلوتیدا وارد میشه، حالا میشه 10 جفت باز. نوکلوتید در واقع جهش بعدی از اون جانشینی است، یعنی یه نوکلوتید جای نوکلوتید دیگه میشینه. مثلا آدنین میاد جای سیتوزین میشینه. الان اینجا 1 2 3 4 پنجمین نوکلوتید ما در رشته اصلی سی بوده. حالا به جای سی چی میاد میشینه؟ آدنین قرار میگیره. خب این باعث میشه که رشته مقابلش هم عوض بشه، پس تعداد نوکلوتید عوض نشد، نوع نوکلوتید عوض شد، رمز های دی ان ا عوض میشه به این ترتیب و باعث میشه که پروتئینی که از روی این ژن ساخته میشه تغییر کنه. به این جهش میگن جانشینی. جهش قبلی اضافه بود، جهش بعدی از نوع حذفه. یه نوکلوتید کم میشه، همون پنجمین نوکلوتید بریده میشه و از میان نوکلوتیدهای دی ان ا جدا میشه، حذف میشه. بنابراین 9 9 بازمون میشه 8 جفت باز. این دی ان ا هم یک دی ان ای جهش یافته است، پس اینجا میشه دی ان اهای جهش یافته. میتونه این باشه، میتونه به این شکل و میتونه به این شکل. این دی ان ا ها تغییر کردن. نباید تصور کرد، حالا یه نکته مهمی رو زیر شکل میگه، میگه نباید تصور کرد که جهش جانشینی همیشه باعث تغییر در توالی آمینو اسیدها میشه. چرا؟ خودش هم جواب داده. پاسخ این است که گاهی جهش رمز یه آمینو اسید را به رمز دیگری برای همان آمینو اسید تبدیل میکند. ما قبلا خوندیم که یه آمینو اسید میتونه بیش از یه رمز داشته باشه. بنابراین اگر با یک جهش رمز آمینو اسید عوض بشه اما به رمز دیگر همان آمینو اسید تبدیل بشه، تأثیری بر توالی آمینو اسیدها نخواهد داشت. به چنین جهشی میگن جهش خاموش.
Cảm ơn các bạn.